پس از مدت‌های طولانی مردم افغانستان خوشبین به برقراری صلح در افغانستان شدند. اما اینکه واقعاً تلاش‌های مردم افغانستان، حکومت و طرف‌های خارجی چقدر می‌تواند برای پایان جنگ در افغانستان مؤثر باشد و مسیری که ما دنبال می‌کنیم آیا به نتیجه مطلوب خواهد رسید؟ سوال است که زمان پاسخ خواهد داد. اما نهادهایی که در این بخش کار می‌کنند و کسانی که در افغانستان به یک نحو احساس مسئولیت می‌کنند برای بهبود وضعیت در کدام شرایط قرار دارند و خوشبینیشان بر مبنای چی است و اگر بدبینی وجود دارد بر مبنای چیست؟ در این برنامه گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای تمیم آسی، رئیس انستیتوت مطالعات جنگ و صلح و معاون پیشین پالیسی و استراتژی وزارت دفاع که با ایشان بیشتر صحبت خواهیم کرد. جناب آسی، بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت گذاشتین. در ابتدا اگر نگاه کلی تان در این روند داشته باشیم که خوشبینیتان به عنوان کسانی که حداقل این روند زیر نظر دارین چی است و چطور میتونیم این پیام بر دیگران برسانیم که واقعا مسیر خوب طی میکنیم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، بسیار زیاد خوش آمدین و سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکارانتان و خدمت بینندگان بسیار خوبتان. اساسا ما یک قدم بسیار خوبه به خاطر آغاز گفتگوهای بین الافغانی شروع کردیم. یک فرصت تاریخی است که از او باید استفاده شود، اما بسیار زود است که قضاوت کنیم با توجه به تجارب تاریخی که ما داریم که به سرمنزل مقصود میرسه یا نه. جاده پرخم و پیچ روبروی صلح افغانستان خواهد بود و یک تعداد خرابکاران خواهد بودن، چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان، که بخواهند این پروسه صلح خراب کنند و یک تعداد کسایی که سرمایه‌گذاریشان روی جنگ و روی خونریزی است و این سرمایه‌گذاری باعث از این میشه که اونا نگذارند افغانستان صلح بیاید. اما گام نخست خوب است، فرصت تاریخی است و باید از این فرصت تاریخی استفاده اعظمی را کنیم و ما امیدوار هستم که طالبا تغییر کرده باشند، طالبای دهه 90 نباشند با او ایدئولوژی دوگماتیکی که دارن و حقایق افغانستان جدید بپذیرن و در پالوی از او با ای افغانستان جدید و نسل جدید کنار بیان و همچنان ما بپذیریم که طالبا یک واقعیت است و یک بخش از افغانستان هستند و متاسفانه در جنگ ها گیر ماندن و اونا هم دوباره با آغوش افغانستان بری بگردن. اما دو موردی که مرا نگران می سازن بود نیابتی از این صلح هست. درست است که دست های افغان هست، اما مغز های خارجی، تمویل کننده های خارجی هنوز هم پشت از این جنگ هستن و باید به او پرداخته شوند. ما در پالوی صلحی که با طالبا کار داریم، ما یک صلح با پاکستان هم کار داریم، ما یک صلح با منطقه هم کار داریم که اونا در افغانستان از مداخلات خود جلوگیری کنند. یک موضوع بحث دیگه ایست که چون این جنگ یک جنگ وارداتی، صلح ما نمیتونه یک صلح وارداتی باشه، صلح ما باید یک صلح بومی باشه و این صلح بومی است که در افغانستان میتونه پایدار باشه و در افغانستان میتونه با عزت باشه و دوام کنه. و موضوع سومی که مرا بسیار نگران میسازه ایست که ما صلح باید به اساس مقتضیات افغان ها بیاریم و به اساس تقسیم اوقات سیاسی و حقایق میدانی افغانستان بیاریم، نه به اساس تقسیم اوقات انتخاباتی ایالات متحده امریکا و نه به اساس واقعیت های سیاسی و نظامی کشورهای دیگه، چی منطقه چی فرامنطقه، به خاطر که باعث از این میشه که ما بریم به طرف یک آتش بس موقت، یک صلح سطحی و یک صلح ناپایدار که متاسفانه یک فصل جدید از جنگ های خانمانسوز در افغانستان بنا خواهد کرد. در رابطه به نگاه طالبان به آینده افغانستان، فکر میکنین که طالبان دیدشان بر آینده افغانستان از کجا آب میخوره؟ آیا واقعا دید آنچنان که شما میگین بومی است و یا نه وارداتی و بر اساس برنامه های بیرونی به خصوص ایالات متحده آمریکا؟ خب اساسا تا هنوز ما از طالبا کدام سند را ندیدیم که اینا دیدگاه خود را واضح بسازن نسبت به آینده افغانستان، به استثنای از این که چند روایت، چهار یا پنج روایت کلی را ما از طالبا میشنویم. یکی که افغانستان اشغال است، ما جهاد میکنیم و
و ما علیه اشغالگرا می جنگیم و افغانستان افغانا باید صاحب افغانستان شوند و بحث دیگه مسائل دیگه هست که بسیار غیر قابل قبول است چون ما الحمدلله کلگی ما مسلمان هستیم کلمه گوی هستیم مساجد اینجا آذان میتن همگی ما مو پنج فریضه دینی را انجام میتیم منتها فراتر از این که طالب یک دیدگاه ارائه کرده باشه که ما امیدوار هستم در این مذاکرات ارائه کنند که دیدگاه از اینا نسبت به حکومت داری چیست نسبت به مسائل حقوقی چیست نسبت به تعلیم و معارف افغانستان چیست نسبت به زنان و اقلیت‌های افغانستان چیست نسبت به آزادی بیان چیست و نسبت به سکتورهای مختلف دیگه چیست ما برنامه‌های مشرع و با جزئیات از طالبات هنوز ندیدیم به استثناء کلیگویی ها بنابراین ما امیدوار هستم و یک فرصت است بر طالبا که طالبا بشینن بین خود طالبای افغان که افغان هستن و مسلمان هستن بشینن و بر افغانستان یک برنامه ریزی کنن و به اساس یک برنامه سیاسی داخل افغانستان شوند و به اقتدار برسن نور الله نور همه ای ما از او بیعت میکنیم و خوش آمدید میگم کمکشان هم میکنیم منتها از میل تفنگ و از میل تفنگ خارجی که سر شانه‌ای از ایناس و سینه افغانا را نشان میگیره رای حل نیست رای حل جنگ نیست 40 سال جنگ بر ما ایره فامانده که پیروزی نظامی هیچ طرف در افغانستان نمیتانه بره یگانه رای حل گفتمان صحبت مذاکره و سیاست ورزی است در غیر از صورت ما متاسفانه میدان جنگ‌های منطقوی خواهد شدیم و ما تبدیل به یک سوریه و لیبیای دیگه خواهد شد مشخصا در رابطه به بحث چالشی که میان امریکا و ایران است ایران به عنوان همسایه افغانستان و دارای قدرت سیاسی و مذهبی در داخل افغانستان فکر میکنیم که چقدر میتونه با واشنگتن در رابطه به طالبان به دیدگاه واحد برسند و یا نه واقعا سیاست های کلان بیرون از این منطقه ممکن است که بحث صلح افغانستان را با توجه به تنش میان دو کشور با چالش کلان روبرو کنه خب جمهوری اسلامی ایران یک همسایه ماست یک همسایه است که تاریخی وجود داشته در امر ما یک همسایه خوب است باز فعالیت های داره که منافع که مغایر با منافع ملی افغانستان است کوره میشم برایشون صحبت کنیم اما ما همیشه طرفدار چند موضوع بودیم در مسائل ارتباطات ما با جمهوری اسلامی ایران و همچنان ایالات متحده آمریکا یک شریک استراتژیک ماست ما چندین موافقتنامه امنیتی با اونا امضا کردیم و شراکت استراتژیک داریم ما شرکای بنیادی داریم مثل آمریکا و ناتو و همسایه های تاریخی داریم مثل جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و دیگران کشورهای منطقه و قدرت‌های بزرگ باید اختلافات خود از افغانستان دور نگه دارند مثل که در دور اول حکومت رئیس جمهور غنی و در دورهای حکومت رئیس جمهور کرزی همی پالیسی و افغانا بود که ما میخواییم یک نقطه اتصال باشیم یک نقطه همکاری باشیم اختلافات را که شما دارین ایران و امریکا روسیه و امریکا چین و امریکا و همساله هم که در همسایگی ما قرار دارن باید ایر از افغانستان دور نگه دارن اگر نقاط همکاری دارن باید در افغانستان او همکاری کنن یک موضوع موضوع دیگه ایست که متاسفانه یک قسمت از او اختلافات بنا به رقابت هایی که بین قدرت های بزرگ وجود داره در افغانستان بازی میشه و این وظیفه نهادهای اطلاعاتی و استخباراتی و همچنان امنیت ملی افغانستان است به شمول دفتر شورای امنیت ملی و نهادها و ماشین دیپلماسی افغانستان به شمول وزارت خارجه افغانستان است که افغانستان از این اختلافات و از این رقابت ها به دور نگه داره و افغانستان مرکز همکاری ها بسازه شما ببینید در سال 2001 ایران و امریکا در مسئله افغانستان و در سقوط رژیم طالبان همکاری داشتن در پشت چنل حتی در اوایل می صحبت های صلح هم ایران و امریکا از طریق چنل های مخفی با همدیگر همکاری داشتن چون اینجا منافع مشترک دارن ثبات و بی ثباتی افغانستان برای اینا پیامدهای مثبت و منفی داره بنابراین ما میتونیم با یک دیپلماسی پویا با یک سیاست امنیتی پویا و دستگاه امنیتی و سیاست خارجی زیرک میتونیم افغانستان از اختلافات به دور نگه داریم و نگذاریم که قدرت ها چی منطقوی و چی جهانی در افغانستان اختلافات خود بازی کنن و افغانستان میدان رقابت ها و میدان جنگ خود بگردن
با توجه به صحبت‌های اخیر آقای ظریف، آنچه کالا شما می‌دانین، عمق سیاست ایران در افغانستان فکر می‌کنین که بر مبنای چی تعریف میشه و در کنارش چقدر میشه خوشبین باشیم که قابل حل است با توجه به آنچه کالا واشنگتن در پی به یک نحو از براندازی حکومت و یا رژیمی که خود واشنگتن میگه آخوندی است؟ خب اختلافات جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده امریکا اون مشکل خودشان است. اونا باید حل کنند. ما افغان ها باید کوشش ما این باشه که از او اختلافات و از او جنگ ها خود به دور نگه داریم. یک موضوع. موضوع دیگه ایست که ایالات متحده امریکا شریک استراتژیک ماست. یکی از شریک های بنیادی ماست. به اساس موافقتنامه هایی که امضا شده و لویجرگاه افغانستان اونا را تصویب کردن. و جمهوری اسلامی ایران یک همسایه است که ما با او بسیار مشترکات فرهنگی و سیاسی و موارد دیگه داریم و باید با اونا سالهای سال زیست کنیم و زندگی کنیم. بنابراین ما طرفدار از این همیشه بودیم که منافع ما و ایران بسیار زیاد است و ما باید روی از اون منافع مشترک سرمایه گذاری کنیم و با تهدیدات مشترک مبارزه کنیم. درست است که جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نفوذ قابل ملاحظه داره، ولی همچنان تانسته که در طول از این سالها یک همسایه خوب هم باشه. به می گونه ایالات متحده امریکا یک شریک استراتژیک ماست، نیروی امنیتی و دفاعی ما را تمویل میکنند و با اونا ما یک شراکت عمیق و بلند مدت داریم. بنابراین وظیفه افغان ها، وظیفه نهادهای امنیتی و دفاعی و وظیفه نهادهای دیپلماتیک افغانستانی است که اینمی بلانس بین همسایه ها و قدرت های بزرگی که شریک ما هستند نگاه کنند. در پیوند به نگاه حکومت افغانستان به آینده سیاسی طالبان در افغانستان، اگر نگاهی داشته باشین که واقعا به باور شما تیم آقای غنی ممکن است که اجماع داخلی را به گونه همشمول به میان بیاره و بتانه واقعا طالبان را در سطوحی که نیاز است به یک نحوه بپذیره و یا نه؟ چنانچه نگرانی وجود داره ممکن است به خاطر حفظ قدرت برنامه های تطبیق شود که برخلاف میل و خواست مردم افغانستان باشه. خب حکومت افغانستان و جمهوریت یک محور است و وظیفه حکومت و رهبری از حکومت است که اجماع ایجاد کنه و اجماع سیاسی ایجاد کنه و تمامی جریانات سیاسی را در آغوش خود گرفته و یک جای به مساف طالبا بره. آیا این کار تانسته؟ متاسفانه نه. و این دلیلش عدم نبود یک تیم سیاسی بسیار قوی در اطراف رئیس جمهور است. موجودیت یک تعداد جوانای بیگانه از افغانستان و کسایی که تجربه کافی ندارند در افغانستان است. و دلیل سومش ایست که حکومت متاسفانه زیادتر سرمایه گذاری کرده روی اختلافات تا اشتراکات سیاسی و این راه حل نیست. منتها در این چند ماه اخیر ما میبینیم که رئیس جمهور غنی و حکومت افغانستان با جریان های مختلف صحبت کرده راستن که یک چتر واحد ایجاد کنند به خاطر از این که اینا از جمهوریت دفاع کنند و از این نظام حفظ شود و طالبا در این نظام ادغام شوند. شما ببینید سه دیدگاه وجود داره فعلا در جامعه و در بین نخبه سیاسی و همچنان در حکومت نسبت به آینده سیاسی طالبا. دیدگاه اولی است که طالب بیای مذاکره کنه، شریک قدرت شو و در این نظام ادغام شو. دیدگاه دومی است که طالب بیای و حاکمیت شوان و ما شریک حکومت شویم جمهوریت. و دیدگاه سومی است که نه، طالبا باید در سر میز مذاکره موارد مختلف را که دارن از روی زبان دیپلماسی و سیاسی، تغییرات را که در قانون اساسی میخواین و در دیگه ساحات مختلف در قضا، در نیروی امنیتی و دفاعی او را بیارن، بعد از روی یک انتخابات مشروع طالب نشان بده که واقعا پایگاه مردمی داره یا نداره، از میل تفنگ گپ نزنه، از روی صندوقهای رای گپ بزنه، که بازی را ببینیم که تاریخ چی ثابت می‌سازه که طالبا و کدام طرف میرن و حکومت به کدام طرف میره. آتشویش های از تداوم قدرت وجود داره برای بهانه جویی و ادامه جنگ که غیر قابل قبول است بر مردم افغانستان
مردم افغانستان میخواین که آتش بس به قطع خونریزی شوه و امروز بیاید. متاسفانه واقعیت‌های سیاسی و نظامی قسم است که امروز او دفتن آمده نمیتونه و نیاز به زمان داره. اما اگر ما داخلی و منطقوی و جهانی فعلا سر سال وجود داره و ما سر سرمایه گذاری کنیم و از او بهره برداری کنیم. در رابطه به عملکرد افغان‌ها از نهادهای حکومتی و دولتی گرفته تا خصوصی باورتان چی است؟ آیا واقعا ما مسیر واشنگتن و یا سیاست گذاری های به یک نحو امریکا را دنبال میکنیم که ممکن است به خاطر رسیدن به اهداف دراز مدت پروژه های کوتاه مدت روی دست بگیریم و یا نه واقعا ما مسیر را دنبال میکنیم که افغانیزه است و ممکن است ما را به نتیجه برسانه؟ خب ما همیشه گفتیم که جنگ افغانستان از افغان ها نیست. جنگ افغانستان مغز و فکرهای خارجی داره، تمویل کننده‌های خارجی داره، متاسفانه دستای افغان داره. متاسفانه جنگ افغانستان تفنگش سر شانه افغان مانده میشه و سینه افغان نشانه میگیره. بنابراین اگر جنگ افغانستان داخلی میبود، خدای ناخواسته، یک جنگ وارداتی نمیبود، ما بسیار وقت پیش به صلح رسیده بودیم، چون افغانها نشان دادن که میتونن صلح کنن و یک مثال بسیار واضحش صلح بود که آقای حکمتیار انجام داد. مذاکره کاملا بین افغانی بود، افغانها بین خود جور آمدن بدون از اینکه خارجی ها مداخله کنن. منتها بحث اساسی در مجموع ایست که این جنگ متاسفانه سرآغاز یک جنگ دیگه نشد و این جنگ یک بود داخلی داره، یک بود خارجی داره، یک بود منطقوی داره و باید به تمام ابعاد از او پرداخته شود و او زمان است که ما میتونیم از این بهره برداری و استفاده کنیم. فعلا مذاکرات صلحی که جریان داره این سه مرحله است. مرحله اولشی بود که طالب با امریکا شیست توافقنامه را امضا کردن و به یک آتش بس رسیدن و روی یک تقسیم اوقات خروج نیروهای خارجی صحبت شد. مرحله دومش گفتگوهای بین الافغانی و توافق افغان ها بین خود است. مرحله سومش ایست که طالب و حکومت با منطقه از طریق تطبیق و موافقت نامه خود به یک صلح برسن. این یک فرصت است، این یک چتر ایجاد کرده و افغان ها میتونن به خاطر افغانیزه سازی و به خاطر از اینکه بتانن به منافع امنیت ملی خود و منافع ملی کلان خود رسیدگی کنن، از این فرصت استفاده کنن و ایالات متحده امریکا و دیگر قدرت ها جمع منطقه و جمع همسایه های ما یک قسمت زیادشان به توافق دارن که باید صلح بیاید. منتها سر شکلیات صلح، سر محتویات صلح وقت میگیره. پس اما گفتگوهای صلح امریکا که با طالب های ایجاد شده به اساس مقتضیات از اونا یک چتر است، یک فرصت است که افغان ها باز میتونن پسان رو افغانیزه بسازن و از این فرصت تاریخی باید استفاده کنن. درست. یک موردی که در حال حاضر به یک نحو داغ نیست بحث گروه های دیگر جنگجو مانند داعش در افغانستان است. آنچه که شما حداقل پیدا کردین و میدانین چی است؟ آیا واقعا طالبان یک دست هستند و ممکن است که این روند اگر به طول هم بیانجامه تمام جنگجویان طالب به صلح بپیوندند و یا نه بحث داعش ممکن است یک الترناتیف عنوان شود که پس از صلح با طالبان ما ممکن است شاهد حضور گروه در افغانستان باشیم حتی اگر به گونه نسبی باشه؟ خب شما اگه ببینید نیروهای جنگی ماشین جنگی طالبا از چهار قشر تشکیل شده. قشر ایدئولوژیکشان است و رهبری از ایناست که اینا در بیرون از افغانستان است. قشر دیگه که تشکیل میده قماندانای میانه و متوسط از ایناست که اینا در داخل افغانستان رهبری جنگ دارن و قشر سومشان طبعا اساکر و افراد جنگجوی از اینا است و قشر چهارم از اینا جنگجوهای خارجی است و گروه های مختلف خارجی است که یک تعدادش مثل القاعده و داعش اینا جهانی است، یک تعدادش منطقوی است مثل جنبش به اصطلاح اسلامی ازبکستان و ای تی آی ام و دیگه و دیگه و یک قسمت دیگهش کسایی است که پروژه های استخباراتی است. یکی از تشویش های بزرگی است که شما شاید تنها بتانین از طریق از این مذاکرات برند و آدرس و نشانی طالبه بیارین در نظام و یک تعداد از طالبا افراطی که هستن طبعا نمیخواین به این پروسه صلح بپیوندن
و اونا به جنگ ادامه خواهد دادن. بنابراین این جنگ افغانستان ادامه خواهد پیدا کرد. فقط سطح کاهش ها پایین خواهد آمد، سطح خشونت ها پایین خواهد آمد، کاهش خواهد یافت. و او باعث از این میشه که این جنگ ختم نشه، جنگ فقط به مقدار کم، به میزان کم در اطراف اکناف افغانستان ادامه پیدا کنه. حکومت طالب یک جایشان بعد از او علیه از این گروه ها بجنگن و اینا یک قابلیت بزرگ نظامی را خواهد پیدا کردن در وقت که بتانن با این تهدیدات و با این سطح تهدیدات رسیدگی کنن. اما یک بحث دگامی است که با آمدن طالبا و با توافق طالبا گروه های دیگی مثل داعش و حتی شاید گروه های جدید به نام های مختلف دیگی تشکیل شود و اونا جنگ ادامه بتن، به خاطر که اونا شاید از این پروسه صلح از اینا ناراضی باشن. شما از یادتان نره که نسل جدید طالب به مراتب افراطی تر است از نسل گذشته طالبا و اینا میخواین که جهاد تا وقت پیروزی به زعم خودشان ادامه بتن. کو یک نسخه غلط است، او یک سوء محاسبه است، او یک برداشت غلط است، چون او باعث از این میشه که یک تعداد کسای دیگه در اطراف دیگه افغانستان سلا بردارن و زیر عنوان مقاومت دوم علیه طالب بجنگن و افغانستان متاسفانه باز یک باطلاق تاریخی ببرن و افغانستان یک مرکز جنگ منطقوی بگردانن که باز دو کشورهای مختلف منطقه، گروه های مختلف اینجا تمویل کنن و این جنگ خونین خانه به خانه و قوم به قوم و سمت و سو بگردانن و افغانستان تبدیل شد به یک سوریه دیگه، خدای ناخواسته به یک لیبیای دیگه. و ما وظیفه ماست به نیست نسل جدید افغانستان و همچنان وظیفه حکومت است، وظیفه تمام اطراف افغانستان است که از اون سناریو جلوگیری کنن و به هر ترتیبی که میشه به یک توافق برسن و به هر مدت زمانی که ضرورت است او زمان بگذارن و قربانی بتن تا افغانستان باز به یک مرکز دیگه از جنگ‌های منطقه‌ای تبدیل نشه. اگر بپردازیم به انتخابات امریکا، باورتون چیست؟ واقعا طالبان به یک نحوه آنچکالا ادعای خودشان است که بحث استقلال است و بحث جهاد است، این موارد چقدر با همخوانی با برنامه های کاخ سفید به پیش میبرند به باور شما؟ و یا نه واقعا خود نمیدانند که به یک نحوه همگام با رسیدن به اهداف آقای ترامپ و یا اداره کاخ سفید شدن؟ خب یک بحث واضح باشه که طالبا و رهبریشان قدر پیچیده فکر نمی کنن. متاسفانه دیگرا هستن که برای طالب سناریو سنجی و محاسبه می کنن در اطراف و اکناف افغانستان، بیرون از افغانستان البته، در همسایگی افغانستان. محاسبه از اونا روی سی سناریو استوار است. یک بحثی است که چون ترامپ یک رئیس جمهور است که میخواد به جنگ های بی پایان امریکا ختم بده، بنابراین یک عجله وجود داره و شما امروز از آقای ترامپ شنیدین در سخنرانیش در ملل متحد، از آقای پامپیو هم شنیدین که ما میخواییم مساکر خود بیرون بکشیم و به جنگ افغانستان پایان بدیم. بنابراین طالبا و حامیاش و کسایی که محاسبات استراتژیک بر از اونا میکنن به این فکر هستن که هر قدر زود میشه به یک توافق برسن که نشه که یک دولت بایدن بیه و باز بعد از او این پروسه صلح به درازا کشیده شود. پس یک عجله وجود داره روی محاسبات انتخاباتی ایالات متحده آمریکا. مورد دومی است که سناریوی دومی است که میگن خب منتظر میمانیم تا ببینیم یا ترامپ یا بایدن انتخابات ببره و باز بعد از او ولو که انتخابات برندام داشته باشد ایالات متحده آمریکا طبعاً تا یک ششف ماه رو میگیره تا جنوری که رئیس جمهور جدید یا همین رئیس جمهور فعلی قسم یاد کنه و حکومت جدید خود تشکیل بده، او باز پروسه ما رو به درازا میکشه معزل افغانستان و بر ما مشکل ایجاد میکنه. و بحث سناریوی سومی است که اگر بایدن برنده شوه و بایدن بیایه، چون بایدن برای نهادهای نظامی و امنیتی و استخباراتی ایالات متحده آمریکا نزدیک است، شاید از جنرالای خود این مشوره را بگیره که نه، جنگ افغانستان را باید ادامه بدن و طالبان را مجبور بسازن که روی یک پکیج جدید، یک بسته جدید به توافق برسن.
کو پروسه را ادامه خواهد داد و گپ به چندین سال خواهد رسید. متاسفانه پروسه صلح افغانستان زود به نتیجه نرسید. پس اما گپ شما درست است که یک عجله وجود داره که اگر شب پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا یا حتی در جریانش یا یک ماه بعد از او روی یک توافق برسند و طالبا بتانند با مو یک حکمت سیاسی هم در میدان های جنگ و هم در میدان سیاسی دست بالا داشته باشند. سپاسگزارم. در این بخش برنامه وقفه داریم و دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید. جناب آسی، یکی از انتقادهای کلان حداقل از طرف نظامیان پیشین و کسانی که در بخش نظامی تجربه و کار میکنند این است که ناتو با تمام ظرفیتش به یک نحوی نتانست آنچه که نیاز بوده را در افغانستان بر نیروهای امنیتی فراهم کنه و این خود یک پیام بر طالبان میرسانه که اونا توانایی از ایره دارن که بالای نیروهای افغان و یا حکومت فشار وارد کنند. دید شما چی است؟ این برنامه آیا واقعا بر اساس ضعف های داخلی و یک نحوه به میان آمده و یا نه برنامه های کلان به یک نحوه است که چنین برایندی را نیاز داره؟ خب من فکر کنم این انتباه سیاه و سفید درست نیست. ناتو و ایالات متحده امریکا بیلیون ها دلار سرمایه گذاری کرده سر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان. اونا هم اینجا کشته دادن، زخمی دادن و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم شجاعانه دفاع کردن و تا روز امروز دفاع میکنن و جنگیدن و قربانی دادن. اما آیا کمی و کاستیایی بوده در ساحات آموزش، تجهیزات، در بحث مبارزه با فساد، در بحث رهبری؟ ولی بوده. او هم از طرف افغان ها بوده و هم از طرف شرکای خارجی ما بوده. که من همیشه زمانی که من مسئولیت هم داشتم من میگفتم در 4 مورد ما کمی و کاستی زیاد داریم و باید او رو با شرکای بین المللی خود و همچنان افغان ها خودشان باید به او بپردازن. یک بحث استخبارات است. استخبارات، نظام استخباراتی افغانستان نیاز به یک ریفورم اصلاح بنیادی داره، هم در بخش استخبارات در جامعه استخباراتی، در بخش استخبارات نظامی و استخبارات امنیتی. بحث دیگه استحکامات است که ما نیاز به سرمایه گذاری اساسی در او داریم. استحکامات ما ضعیف است. و مورد سوم که ما همیشه گفتیم که به او توجه باید زیاد شود، بحث حمایت هوایی به موقع است. بر ما هلیکوپترها یا تیارات بال ثابت و غیره را که دادن، این نیازمند یک مملکت پر افتخار که تمامیت ارضی خود و حاکمیت ملی خود حفظ کنه نیست و باید ما دسترسی به جیت، دسترسی به انواع مختلف از تیارهای بال ثابت و غیره داشته و غیر از او داشته باشه. و بحث چهارم که من همیشه میکردم که باید سرش زیادتر سرمایه گذاری شود، در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هماهنگی و تشریک مساییس بین نیروها و قوتهای مختلفه که در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان وجود داره و همچنان یک رهبری سالم است. اکثریت مشکلات فعلی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان نبود یک رهبری سالم مستقل و رهبری که خودشان بتانن تصمیم بگیرن و خودشان مستقلانه عمل کنن با امکانات و قابلیت‌های خود است. و به او خاطر است که من همیشه طرفدار ازی بودم که روی از این 4 ساحه باید سرمایه‌گذاری اساسی و بومی افغانی شود. چقدر طالبان از لحاظ نظامی فکر میکنن که میتونن به خود باوری رسیده باشند که حالا پس از آنچه که حالا آقای ترامپ و کاخ سفید اعلام میکنه به خاطر خروج اینا را نیرو ببخشه که ممکن است اینا ظرفیت حاکمیت و افغانستان را داشته باشند و یا نه چنین فکر ممکن نیست و افغانستان به جایگاه رسیده که با توجه به حمایت حراس افغانان جهانی توان مقابله با این گروه را داره؟ خب یک چیز دیگه که ما به ادامه سوال گذشته تان ادامه بعد از او به این سوالتان بپردازم، یک مشکل دیگه هم نسخه جنگ بوده.
شما ببینید یک جنگ نامنظم و غیر متعارف و نامتعارف است. شما با یک اردوی متعارف می جنگید. این یک نسخه کشت و خون است. جنگ چریکی با نسخه چریکی جواب داده میشه. جنگ نامنظم با نسخه نامنظم جوابش داده میشه. اردوهای متعدد در طول تاریخ حرب افغانستان متاسفانه قربانی این جنگ‌های چریکی شده و جنگ‌های چریکی باعث فرسایش، خستگی و همچنان از بین رفتن امکانات و قابلیت‌های زینا شده و در آخر روز باعث فروپاشیشون شده. اما بیاییم به سوال شما بپردازیم. ببینید طالبا یک سیستم نظامی منظم ندارن. اینا در گروه های 5 نفری، 10 نفری، 20 نفری، نهایت 40 نفری جنگ میکنن و از اون کمتر. و جنگ جبهه‌ای نمیکنن، جنگ چریکی میکنن. ساختار نظامی طالبا یک ساختار چریکی نامنظم نامتمرکز است که قمندان ها تصمیم میگیرن. بنان از نقطه نظر شما هیچ وقت یک طالب نمیبینید که در یک جا یک جبهه صحیح داشته باشه، تعلیمات داشته باشه، میدانهای تطبیقات داشته باشن، آموزش داشته باشن. اونا یک اردوی منظم نیستن، یک ماشین جنگی منظم نیستن. بنان اگر در گروپ های 40-50 نفری جمع کنن، جنگ کنن، از هم میپاشن به خاطر اینکه اونا یک نیروی منظم نیستن. ما برداشتم ایست که طالبا بهترین گزینه‌شان هست که در داخل یک ساختار منظم که فعلا موجود است، افغانی است، اسلامی است، که نیروهای امنیتی دفاعی افغان باشه، در او ادغام شوند و میتونن ادغام شوند و میتونن مسلکی شوند. ولی اگر نظریات دارن، ملاحظات در قسمت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، در قسمت تعلیماتش دارن، در قسمت تطبیقاتش دارن، در قسمت دکترینش دارن، او را سر میز مذاکره در دوحه میشه رویش صحبت کنن. فکر میکنین که این روند چقدر ممکن است؟ با توجه به اینکه آقای خلیلزاد هم میگه گفتگوهای دوحه به نتیجه نرسه و آنچه که مردم افغانستان نیاز داره را به دست نبیارن، و چه چیزی ممکن است این روند را با بنبست روبرو کنه؟ خب ما امیدوار هستم که گفتگوهای دوحه و مذاکرات بین الافغانی به بنبست نرسه. ما هیچ چاره‌ای به جز صلح و قطع خونریزی نداریم و بدیل از او ادامه جنگ است افغانستان. بدیل از او یک جنگ داخلی خانمانسوز است و یک جنگ منطقوی که افغانستان بستر مخالفت ها و اختلافات منطقوی می سازه است و در او هیچ کس برنده نیست. باید برن به طرف یک سیاست برد برد. ما سه خطر را که من میبینم که میتونه این مذاکرات به بنبست برسانه. یکی بحث تمامیت خواهی یک طرف یا طرف دیگه است که همه چیز میخواهیم، او امکان نداره چون فعلا حقایق فرق میکنه، حقایق میدانی. دوم فشارهای نظامی است. شما ببینید امروز عملا در 18 ولایت افغانستان جنگ است. تلفات نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان بلند رفته. با وجود از اینکه تلفات بلند رفته، هنوز هم نیروهای امنیتی و دفاعی به اساس توافقاتی که دارن به حالت تعرضی نیستن، به حالت دفاعی فعال هستن. و بحث دیگه که میتونه این مذاکرات به بنبست ببره، قرائت بسیار خشک و افراطی از مسائل مذهبی و دینی در بحث مذاکرات است که او میتونه ما را ببره به طرف یک بنبست. و ما امیدوار هستم و بنبست نه، چون باز یک فصل جدید از جنگ ها را باید میکنه. ما بدیل به جز از گفتگوهای صلح بین الافغانی نداریم. در دو بود مختلف، یکی عوامل و عناصر که در داخل به دنبال ادامه جنگ هستند، فکر میکنین که قدرت از اینا در چه حد است؟ و عوامل بیرونی، بحث روسیه و امریکا، چقدر اینا در رابطه با افغانستان موافق هستند و عواملی که و یا نشانه هایی که میتونه توافق این دو قدرت کلان در افغانستان نشان بده چقدر است؟ خب ما خرابکارهای داخلی داریم در افغانستان، کسایی که سرمایه گذاری روی جنگ کردند، کسایی که از جنگ منفعت میبرن و اینا نمیخواین در افغانستان صلح بیه، اینا نمیخواین در افغانستان خونریزی قطع شود و افغان کشی و برادر کشی و مسلمان کشی قطع شد، به خاطر که منافع تجارتی، منافع سیاسی و منافع دیگه از اینا به خطر میفته. ولی اینا خوشبختان اقلیت هستن و دهاشی هستن و صدای بسیار بزرگ نیستن و این تا حدوده برای طالب ارتباط داره که طالب ها نگذارن که صدا بلند شود و نگذارن کمی جنگ افروز ها اینا باعث ازی شود که صدای از اینا بلندتر شود، مردم بر از اینا زیادتر بشنون. بنان طالبان یک نقش دارن
که با صدای صلح‌خواهی از طریق مذاکرات این مردم زیادتر به انزوا بکشانند و نگذارند که صدای زینا بلند شد. در بحث مسائل امریکا و روسیه، فدراتیف روسیه، متاسفانه جمهوری اسلامی ایران، روسیه و عربستان سعودی در مسائل صلح افغانستان تا هنوز به اجماع نرسیدن. روی اصل از اینکه صلح میخواین به اجماع دارن، ولی روی از اینکه چی شکل باشه و چی نو باشه اجماع وجود نداره، که من فکر میکنم با دیپلماسی پویایی که وزیر خارجه جدید افغانستان آقای اتمر شروع کرده و مشکلات حل شود و یک سلسله پیشرفت های خوب هم در قسمت شده، اما تا هنوز اجماع کامل وجود نداره. امیدواری میست که روسیه و ایران و عربستان سعودی اختلافات خود در افغانستان نیارن و در خاک افغانستان او را بازی نکنن، چونی به منفعت از اونا هم نخواد بود و منفعت ما هم نیست و ای باعث از ای خواد شد که اجماع نسبی و شکننده‌ای که وجود داره ای از بین بره و ای پروسه متاسفانه سابوتاژ شود. ولی کوشش هایی که من دیده رستم از جانب آقای خلیلزاد و از طرف وزارت خارجه ما مرا امیدوار به این میسازه که اینا را به اجماع بیاره ایسی کشور روی مسئله سال افغانستان. بحث پاکستان و هند چقدر میتونه در رابطه با صلح افغانستان واقعا مؤثر باشه و این روند را به یک نحو یا بتونه تشدید ببخشه، پیشرفت شه و یا کن بسازه، به خصوص آنچه که حالا هند از سوی پاکستان متهم به خرابکاری در این روند میشه و این طرف هند هم به یک نحو به دنبال تقویت عناصرش در افغانستان است، واقعا چطور ما از این وضعیت به نفع خودمون استفاده کنیم؟ خب بازیگر اصلی در مسائل صلح جنگ و صلح افغانستان پاکستان است و شکل عنعنوی و تاریخی بوده. پاکستان آل با آمدن حکومت آقای عمران خان حداقل ظاهرا روی معاملات که داره و اون معاملات بسیار واضح نیست با ایالات متحده آمریکا، شریک صلح ایالات متحده آمریکا است و ما ایره باید به فال نیک بگیریم. پاکستان اگر اینجا صلح میخواد و طالبان را ترغیب و تشویق میکنه که بیاین اینجا صلح چیکنن، بسیار گپ نیک است، بسیار گپ خوب است و او را ما باید کمک کنیم، امرایشان زیادتر صحبت کنیم. اما در مجموع ما باید با پاکستان روی یک چارچوب کلان سیاسی امنیتی و استراتژیک به توافق برسیم که جنگ ها سالهای سال ادامه پیدا نکنه و این مشکلات بنیادی ما با پاکستان حل شود. در مورد نقش اما در قسمت نقش پاکستان بگذاریم تاریخ قضاوت کنه، هنوز بسیار زود است با توجه به پالیسی بسیار طولانی که پاکستان نسبت به افغانستان مسائل عمق استراتژیک داشته که ببینیم پاکستان واقعا در نیت خود و در عمل خود صادقانه عمل کرده و میخواد صلح بیاید، او را بگذاریم که یک چند وقت بعد سرش قضاوت کنیم. اما در بحث مسائل هند، خب ببینید جمهوری هند یکی از شرکای استراتژیک افغانستان است، در اینجا بند ایمار کرده، صدها هزار بورسیه داده، نسل های مختلف ما گذاری مختلف کرده افغانستان در بودای مختلف، در او حساب یک همسای خوب بوده. اما در پروسه صلح افغانستان برداشت ما باید اول خوب صلح افغانستان و جنگ افغانستان و سیاست افغانستان از سایه اختلافات هند و پاکستان بیرون بکشیم. یک دومی که هند همیشه اصل رابطه حکومت با افغانستان داشته، با گروه ها کار نمیکرده الا که در دوران جنگ هایی که اینجا ادامه داشت. بنابراین من فکر کنم در یک مرحله هند زمانی که طالبا مذاکرات بین لبنانی شروع شود و طالبا جزی از یک نظام شود اینجا، فکر کنم هند با اونا صحبت خواهد کردن و آمادگی از ایران دارن که صحبت کنن. نسل جوان در افغانستان چقدر به دانش سیاسی صلح طلبانه رسیدن و در کنارش چقدر قدرت ایجاد تغییر دارن با توجه به این کالا در قرن 21 هستیم و جهان در حداقل 20-30 سال اخیر شاهد تحولات کلانی بوده حداقل در زمینه تشریک اطلاعات؟ آیا قدرت ظرفیت میان جوانان ایجاد شده که بتونن خودشان تصمیم بگیرن؟ خب جوانان افغانستان اضافه تر از 60 چند فیصد نفوذ افغانستان جوان هستن. ما یکی از جوانترین کشورهای دنیا هستیم. جوانان افغانستان یک ظرفیت بالقوه سیاسی، اقتصادی، تجارتی، مالی و نظامی است که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم.
چقدر ظرفیت به اینا ایجاد شده که برای صلح کار کنن؟ من فکر کنم اکثریت جوانان افغانستان صلح میخواهند. قربانی اصلی این جنگ هم جوانان هستند. در هر دو طرف هم اگر شهید و کشته میشه خب جوانای افغان هستند. متاسفانه. اما جوانای افغانستان یک قشر بسیار پویا هستند. ولی بدبختی است که در 40 سال گذشته، حداقل در 20 سال گذشته سرمایه گذاری افکار از جوانان و همچنان کارای از جوانان در یک محیط جنگی بوده. و همو ذهنیت های از این هم در یک محیط جنگی پرورش یافته که ما امیدوار هستم که با آمدن از این صلح و ادبیات صلح و صلح‌خواهی و در یک بستر صلح اینا بتانن پس همو افکار را که و افکار و ذهنیت هایی که نسبت به مسائل جنگ دارن او را کم کنن و زیادتر به مسائل صلح بپردازن. آیا واقعا به خاطر رساندن پیام صلح و نقاط مختلف افغانستان که یک نیاز اساسی از لحاظ صلح اجتماعی عنوان میشه ما تانستیم پیشرفتی داشته باشیم و یا نه آنچنانی که بحث های قومی و مذهبی از افغانستان و یک نحوه سابقه دیری نداره هنوز میتونه عامل نفاق عنوان شوه؟ خب تمام ملت ها متنوعستن، اختلافات خود دارن، اشتراکات خود دارن، اما هنر دیست که نگذارن تفاوت های از اونا چی از طریق عناصر داخلی و چی از طریق عناصر بیرونی باعث نفاق بینشان شد. یک مورد. مورد دیگه ایست که افغان ها خصوصا نسل جوان افغانستان یک نسل بسیار داینامیک، پرستعداد و یک نسل است که باید بالایش بسیار سرمایه گذاری شد خصوصا در تعلیم و تربیه و معارف و تحصیلات عالی از اینا و اینا میتونن که افغانستان در خود افغانستان و در منطقه یک به شکل اساسی تغییر بدن و ما را به یک طرف رفاه و پوهش ببرن. اما جوانا همیشه شمشیر دو سر است. اگر سرمایه گذاری درست بالای از اینا شوه اینا میتونن که ما میبینیم در طول تاریخ دنیا که ملت ها را تغییر دادن چه از نقطه نظر اقتصادی، چه از نقطه نظر سیاسی، چه از نقطه نظر نظامی. اما مثل کشورهای مثل کوریا و سنگاپور و دیگرها رو شما میبینید وقتی که سرمایه‌گذاری صحیح سر جوانان شود روی مسائل معرفشان، تحصیلاتشان، موارد دیگه سرمایه‌گذاری مثبت شود. زمانی که سرمایه‌گذاری منفی شود برای از اینا جنگ افروزی یاد داده شود، سرمایه‌گذاری روی اختلافات از اینا شود، سرمایه‌گذاری روی مسائل قومی شود، روی مسائل مذهبی، اختلافات مذهبی شود، اینا میتونن یک شمشیر لبه دیگه شمشیر باشن که جامعه رو به طرف نفاق و بدبختی ببره که ما مثالش در افغانستان دیدیم که سرمایه‌گذاری نیروهای خارجی و داخلی زمانی که بالای جوانان افغانستان در پانتونای افغانستان شد جنگ افغانستان تا روز امروز ادامه پیدا کرده. پس آینده به دست جواناست و قیمت از این جنگ و صلح جوانا خود پرداخت کرده. در رابطه به نظم جهانی و آنچه که واقعیت عینی جهان است، بحث رقابت اقتصادی چین و امریکا و در کنارش توانایی که میتونه این مذاکرات صلح افغانستان را به یک نحوه با زمان کوتاه به نتیجه مطلوب برسانه، فکر میکنین که با کدام عوامل میتونیم این دو مورد را تقویت کنیم؟ آیا بحث چین و امریکا صلح افغانستان را میتونه کمک کنه و یا نه ممکن است سیر خدشه‌دار بسازه و در کنارش چقدر زمان خواهد برد اگر نگاه خوشبینانه داشته باشیم بحث صلح افغانستان و گفتگوهای دوحه را چه زمانی نتیجه خواهیم گرفت؟ خب باید خوشبین باشیم. غیر از خوشبینی دیگه گزینه‌ای نداریم. گزینه دیگه جنگ است و جنگ بدبختی میاره. در بحث جایگاه افغانستان در نظم نوین جهانی چی است؟ عمدتاً سه قرائت وجود داره. یک قرائتی است که افغان ها صلح کنند و من ایسی یک حکومت پویا و یک حکومت جدید میتونه من ایسی یک کشور بسیار مهم پل ارتباطی شد برای آسیا و همچنان یک معبر تجارتی شد برای آسیا و فراتر از آسیا. این یک قرائت است. قرائت دیگه است که افغانستان باید به پای خود بیسته و روی معاملات مختلف سیاسی و امنیتی که داره با
از طریق تعقیب پالیسی مولتی‌لاترالیسم یا چند جانبه‌گرایی با قدرت‌های مختلف هم‌نوا شود و روی از او سرمایه‌گذاری کنند. مورد سومی که وجود داره، قرائت سومی است که جهان فعلی، یک نظم جهانی فعلی، یک نظم بسیار پرتلاطم است. چند قطبی است، چندین قدرت‌های بزرگ ظهور کرده و اکثریت از این قدرت‌های بزرگ در همسایگی ماست. و افغان‌ها باید یک سیاست بی‌طرفی را بگیرن و نگذارن که اختلافات از این قدرت‌های بزرگ چی در همسایگی ما چی فراتر در خاک افغانستان بازی شود. و خوشبینانه اگر نگاه داشته باشیم چقدر زمان می‌بره با توجه به چالش‌های داخلی عوامل منطقه‌ای جهانی و مواردی که اصلا تا کنون به او پرداخته نشده که ممکن است خیلی چالش آفرین باشه؟ او رابطه به سه فاکتور اساسی داره: به اتحاد افغان که چقدر متحد و مستقلانه بین خود خواهد بودن، به نهادهای بسیار پویا و مسلکی خصوصا حکومت افغانستان، و برای جوانان افغانستان که آینده در خدمت از اونا خواهد بود و آینده از این مملکت دست از اوناست که اینا چقدر وطن دوستانه و میهن پرستانه عمل میکنن. بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت گذاشتین و صحبت ها را شریک شدین. سلامت باشین. بخیر. و سپاسگزار شما بیننده های گرامی که این گفتگو را دنبال کردید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.